بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم امیدوارم که روزگار به مرام به کامتون باشه و خوشحال و سر سردماغ باشید و بی غصه و بی افسردگی و بی مشکل ان شاء الله عرضم حضورتون که یکی از موضوعاتی که موضوعی که امروز می‌خوام راجعش صحبت بکنیم یکی از عوامل دو پهلوه یک چاقوی در واقع که هم دولبه است باید خیلی خیلی مراقبش بود که لطمه نزنه از اون طرف هم بسیار تأثیر گذاره تو از بین بردن آرامش و با همه امتیازایی که داره این چاقو و میشه کارای زیادی باش انجام داد اما بسیار خطرناک هم هست که باید مراقب باشیم لطمه نزنه به ما این چون که یکی از عوامل اصلی اصلی از بین بردن آرامش روان و مختل کننده آرامش درون انسان هاست که متاسفانه چون جاذبه هاش بیشتره چون در واقع یه جورایی مرواری دیست که همه به دنبالش هستن متوجه این خارایی که تو این گله هست نمیشن و گاه همین خارها دست آدم میبره و خیلی اذیت کننده است و زندگی یا انسانها رو مختل میکنه این موضوع برنامه ما و این عنصری که امروز میخوایم راجبش صحبت بکنیم شهرت حتما کسایی که اطلاعیه یه برنامه رو دیدن درست در واقع اینو اطلاع داشتن چون تبلیغاتی که برای برنامه شده بود موضوع رو مشخص میکرد شهرت یا معروف شدن حالا این شهرت و معروف شدن حتما نباید قطع به یقین تبدیل بشه چون ما توی جامعه وقتی میگیم یه نفر معروفه یا اهل, هن... اهل از هنرمندان کشور هست یا از ورزشکاران کشور هست یا سیاستمداران کشور هست یا از علمای کش... علما و دانشمندان کشور هست جهان حالا یا کشور و یا مثلا از ثروتمندان و دا... پردرآمدان کشور اه... این قشرهایی هستند که اصطلاحا بهشون میگن سلبریتی یا معروف یا مشهور ولی بحث ما در برنامه امروز مختص به سلبریتی ها یا انسانهای معروف ربطی نداره بلکه این شهرت و معروفیت گاه خیلی کوچولو تو یک روستا تو یک شهر تو یک استان فقط اتفاق میفته دیگه خیلی گسترده نیست خیلی معروف نیست جز این ارس... گروه ها هم نیستن یک نفر به صرف اینکه که پسر مثلا فلان خان هست سالا از قدیم این خانه مونده و ایشون یه چهره شده برای خودش یه نفر تو یک روستایی به صرف این که مثلا لباس خوبی می پوشه برخورد خوبی داره برخورد خوبی داره یعنی خوب حرف میزنه نه اینکه حالا ذاتا حتما خوب هست حالا خوب و بد هم هست دیگه توی همین شخصیت های ها و انسان های معروف در هر صورت آنچه که امروز مد نظر ما هست و برنامه امروز میخوام راجع صحبت بکنیم و یکی از عوامل مختل کردن آرامش انسان هاست معروف بودن هست همین که تو محله بشناسنت مشهور بودن هست همین که شهرتی تو منطقه داشته باشی خود شهرت کسب کردن یا معروف شدن یک عنصر هم تو که ابتدای صحبت هم عرایزم هم خدمتون عرض کردم یک موضوع یک چاقوی دولبه است یعنی میشه خوب ازش استفاده کرد میشه بد ازش استفاده از کرد باید مراقبش باشیم داشته باشیم خوبه اما اگر داریم باید سعی کنیم ازش ضرر نبینیم توی همین معروف شدن توی سوره خود رسول الله علیه و السلام یکی از امتیازهایی که قرآن و الله باری تعالی به رسول الله علیه الصلاه و سلام گوش همین معروفیت هست الم نشرح لک ذکرک و رف الم نشرح ذکرک و رفعنا ببخشید الم نشرح لك, ورف... لك, لك صدرک و وضعنا لکه ذکرک خب و رفع و رفعنا لکه ذکرک و رفعنا لک ذکرک یعنی چی؟ یعنی همه جا یاد تو، اسم تو رو میبرند همه جا از تو میگویند خب این شهرت دیگه این شهرت پس, پس خود شهرت در واقع امتیاز هست اما اگر این شهرت خوب ازش بهرهوری بشه همونطور که رسول الله علیه و السلام میفرمودند همون طوری که رسول الله علیه و سلام عمل می کردن با توجه به شهرتی که داشتند، شهرتی که الهی بود شهرتی که الله متعال بهشون داده بود اما هرگز در هرگز در یک مجلس میخوام چند نمونه از رفتار تو یک مجلس جایگاه خاصی نداشتن یعنی هیچ جا نبود که شما وقتی بری رسول الله صلی الله علیه و جا براش باز کنن بگن اینجا جاشه بالای مجلس باد بشینن اگرچه شاید این اتفاق ولی رسول الله صلی علیه و هرگز به دنبال اینکه مقام مشخصی یه در واقع پوز بیش از اندازه ای نسبت به جامعه داشته باشه اصلا نداشتن به خاکی ترین حالت ممکن تعامل داشتن با مردم به شکلی که وقتی رسول الله علیه و سلام براش مهمان می اومده در آیات قرآن توصیه میکنه به کسانی که میرن پیش رسول الله علیه و سلام خیلی طولانی نشینید پیش رسول الله علیه و سلام چون نمیاد به شما بگه برید خسته شدم مثلا و بهتره که شما خودتون متوجه بشید الله متعال بهتون میگه این توصیه هایی است که به خاطر شخصیت متواضعی که با توجه به شهرتی که داشته رسول الله علیه السلام با توجه به این شهرت الهی که داشته اما تواضع و فروتنی بسیار بسیار مثال زدنی بوده و قطعا اسوه حسن حسنیشون و انتظار هم میره اما در, در کل شهرت یک آسیب داره حالا به هر شهرت رو میشه امتیازهایی براش رقم زد من امروز سعی کردم یه ذره مطالعه کنم در مورد این امتیازهایی که شهرت داره خب قطعا شهرت پیدا کردن و معروف شدن وقتی که من به نظر میاد اگر به, ج... به یک آمار بگیرن از استقبال مردم یا آمار بگیرن بیان شما چقدر دوست داری معروف باشی یک چیزی حدود 90 درصد انسان ها دوست دارن معروف باشن دوست دارن شهره باشن دوست دارن همه بشناسنشون دوست دارن ازشون حرف بزنن دوست دارن این حس درونی همه ای انسان هاست این معروف شدن یک چون که یک اعتبار اجتماعی به انسان میده همه توجه میکنن شما وقتی یک نفر معروف میشه همه متو... همه به محض اینکه صحبت میکنه اه... تمام گوش ها تمام توجه ها در یک مجلس میره به سمت اون شخص معروف که ببینه چی میگه وقتی یه اتفاق میفته و اون نظرش رو اعلام میکنه همه متوجه اون نظر اون شخص معروف هستند به پشتوند اون ثروت میاره خیلی ها بعد از همین معروف شدن میتونن کسب درآمد بکنن با همین معروف شدن خصوصا امروزه در این شبکه های اجتماعی دیدید دیگه جمع کردن فالوئر یعنی های معروف شدن شما هر چقدر معروف بشی فالوئر بیشتری پیدا کنی امتیازهای بیشتری میده شبکه اجتماعی توی یوتیوب یک درآمد میده توی چیز بد چیز میدم امکانات تبلیغات بت میدن و از روی این تبلیغات ثروت کسب میکنی توی حالت مختلف هم توی ذرواخ زندگی عادی هم باعث میشه فرصت های خاصی بدن مثلا یه نفر میخواد یه کاری شروع کنه میگه خب حالا این آقای معروفه اگه بیاد با هم شریک بشه یا اگر بیاد مثلا برام از در مورد کار من صحبت بکنه کار من بیشتر میگیره مردم بیشتر توجه میکنن و به همین خاطر یه هزینه رو به این طرف پرداخت میکنه تا بیاد براش این کار بکنه این امتیازهایی است که شهرت مشهور شدن در واقع همراه خودش میاره پشوندش خب هوادار پیدا کردن و برخورد خاص داشتن و همه این امتیازاش تبدیل میشه انسانی که معروف است تبدیل میشه به یک چهره به یک انسان شاخص به یک فردی که همه با انگشت نشونش میدن به یک شخصی که وقتی وارد یک جا میشه همه میخوان برن باش صحبت بکنن همه توجهشون به اونه که داره وارد اون جمع میشه این انسان های خاص این انسان های معروف همونطور که خدمتون عرض کردم تا زمانی امتیاز هست که خلالی در شخصیتش ایجاد نکنه حتما انسان های معروف زیادی رو میشناسید که اصطلاحا میگن این لباس اندازش نیست گشاده براش این لباس شهرت رو حالا نمیدونم به فراخور موقعیت به اتفاق که افتاده معروف شده و بعد بلاز شخصیتی شخصیت اجتماعیش جوری نیست که اینو بتونه قابل تحمل باشه براش به همین خاطر خودشو گم میکنه وقتی خودشو گم میکنه تبدیل میشه به یک عنصری که لطمه میزنه به جامعه حرفهایی میزنه که به ضرر جامعه است شما تصور بکنید حالا بریم تو بخش سلبریتی ها یا معروف های جان شما تصور بکنید کسی که فقط بشه به خاطر اینکه چهره خوبی داره تبدیل شده به یک بازیگر اتفاقی شده بازیگر یا مثلا پدرش بازیگر بوده یا مثلا برادرش کارگردانه اینو میارن تو عرصه بازی چهره ای هم داره حالا به زور کادر بندی حالا تو تلویزیون اینا برداشت اینا میخوره تا بالاخره اه... کسب تجربه میکنه و تبدیل میشه به بازیگر این بازیگر اه... فقط به, س... به صرف اینکه دوست پدر رابطه ای واسطه ای داشته و وارد این عرصه شده بازیگر شده به همین خاطر این بازیگر بازیگری است که وقتی میری تو یک جایی و حالا یه تریبون دستش میدن میگن صحبت بکن یا توی موقعیت قرار میگیره که باد حرفی بزنه متوجه میشه هیچی بارش نیست هیچ چیزی بلد نیست حرف زدن درستم بلد نیست تحلیلش نسبت به جامعه خوب نیست متاسفانه این گونه شخصیت ها حتی توی موقعیت های قرار میگیرن خصوصا در شبکه های اجتماعی که حرف هایی میزنن توصیه هایی میکنند که دور از تصور هست و تصمیم هایی و چون همه توجهشون به حرف ایشون هست باعث میشه که جامعه رو خراب بکنه باعث میشه که تأثیر ناخوشایندی رو جامعه بذاره عادت ناخوشایندی رو در جامعه ایجاد بکنه اینا لطماتی است که یک انسانی که در واقع ظرفیت معروف شدن رو نداره معروف میشه اینا آسیب هایی است که معروف شدن به انسان میزنه توی آسیب هایی که به معروف شدن میذاره وقتی ام، که امروز میخوایم در واقع برنامه غم مخور صحبت بکنیم با همه این چیزهایی که خدمتتون عرض کردم اینکه ثروت ایجاد میکنه اینکه جایگاه ایجاد میکنه اعتبار میده خاص میشه دعوتش میکنن همه جا میشناسنش از اون طرفم همه نگاهشون به اینه که نکنه مثلا پاشو کج بذاره نکنه لباس فلان جور بپوشه نه منتظرن که مثلا همه این نگاه ها بش... به طرف این هست که اگر اتفاقی افتاد که فرای اون انتظار مردم هست همه جا پر میشه از اینکه امروز دیدید فلانی مثلا با فلان وضعیت در فلان جا ظاهر شد فلان حرف ناخوشایندی زد مثلا با فلانی درگیر شد خیلی از سربرتامون نمیدونم به خاطرتون هست یا نه نماینده مجلسی که به خاطر اینکه یک پلیس یک سرباز توی تهران یک سرباز وظیفه شناس اجازه استفاده از منطقه خاص رو برای عبور مرور ماشینش نداده با سیلی رفتار میکنه یعنی میزنه در واقع جواب اون سرباز حقشناس نماینده مجلس نماینده مجلس یعنی چی یعنی خودش باید نماینده قانون باشه اما جلو قانون باید. چرا این اتفاق میفته چون شهرت کاذب ایجاد میکنه و حالا این شخصی که شهرت کاذب پیدا کرده و جایگاهش در واقع همینجوری بر خورده شده نماینده مجلس ما فراوون داریم متاسفانه با این اتفاق شهره آما خاص شد همه گفتن از این ماجرا اگر همین اتفاق یه نفر دیگه درگیر شده بود با این سرباز و مثلا حالا سیلی هم زده بود هیچ اتفاقی توی جامعه نمی افتاد هیچ از خبرش هم نمی شد این اتفاق شد اتفاق افتاده چون معروف بوده این اتفاق افتاده شبیه به این یعنی وارد شدن به عرصه شهرت عرصه معروفیت با همه امتیازهایی که داره ضررهای زیادی هم داره شو هم از جمله این ضررها لطمه هایی است که به فضای خصوصی زندگی اون انسان میفته دیگه نمیتونه هر جایی بره دیگه نمیتونه هر چیزی بگه دیگه نمیتونه با هر کی نشست و برخواست بکنه دیگه نمیتونه سرش تو لاک خودش باشه دیگه نمیتونه خیلی هاشون حتی نمیتونن یه مسافرت عادی برن وقتی خیلی معروف باشن خیلی هاشون نمیتونن حتی یک زندگی معمولی داشته باشن و این لطمه زیادی به آرامش زندگیش میزنه اینا رو دارم میگم برای اینکه خیلی شیفته این وضعیت معروف بودن نداشته باشیم خیلی مهم نداشت. ندونیم که بقیه متوجه بشن ما داریم چی کار میکنیم چون لطمات زیادی به اون میزنه این بخش داشته باشید اگر موافق باشید بریم توضیحات دوست عزیزم آقای سجودی رو هم با هم بشنویم ببینیم اصلا نگاه خاص استاد سجودی به این موضوع یعنی موضوع شهرت و لطمه هایی که شهرت میزنه رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم و میریم موضوعات در واقع معایبی که باعث میشه انسان مشهور حالا در هر سطحی که باشه مشهور گفتم مشهور طبقه های مختلف داره در هر سطحی که باشه لطمه هایی همین شهرت به زندگیش ایجاد میکنه و آرامش روح و روانش رو دچار خلل میکنه ببینیم نظر استاد سجودی رو بعد برمیگردیم به تفصیل در مورد صحبت خواهیم کرد بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما بینندگان عزیز روزی از میدان جنگ نماینده مسلمان ها اومد پیش به مدینه پیش امیر المومنین عمر حضرت عمر خبرهای جنگ رو پرسید و به ایشون گفت که عرض کرد که یا امیر المومنین فلان و فلان و فلان و فلان شهید شدن و بعضی هم شهید شدن که شما نمیشناسید دیگه نیازی نیست اسمشون بگم حضرت عمر فرمودند آیا مهم است که من بشناسم همین کافیه که الله پاک اونها رو بشناسه یعنی مهم نیست که پیش من مشهور نیستن و تو دنیا مشهور نیستن امروز ما فرمایش حضرت عمر رو درک میکنیم چه اونی که حضرت عمر میشناخت چه اون... چه اون کسی رو که نمیشناخت چه خود حضرت عمر هیچ کدومشون تو دنیا نیستن این مهمه که انسان پیش خدا مشهور باشه در آسمون مشهور باشه پیش الله مشهور باشه من یادم میاد وقتی که شاه ایران حالا فقط یادم نمیاد که وقتی که مرد یا وقتی که از ایران رفت فکر کنم وقتی که مرد اومدم به یکی از بستگان خودم این خبر دست اول رو بدم خانومی بود گفتم که شاه مرده اون در جواب من گفت حالا دخترم دو روز اسحال داره دختر چهار سالش نمیدونم چه کار کنم ای بابا شاه ایران مرده شاهانشاه مرده آریامر مرده خانم دوباره حرفش تکرار کرد که نگران اسهال دخترش بود من کنم اگه شاه زنده بشه سرش میزنه به دیوار همون وقتم تو وقت جوانی این تو زین هم اومد که ببین شاه مرگش برای مهم مردم اینقدر مهم نیست که بیماری اسهال دخترش برش مهمه حقیقتا همینه امروز همه دنبال لایک و فلان و مشهور شدن هستن ولی همه چیز باد هواست آقا بالاترین کشور کجاست آمریکا دیگه رئیس جمهور شما اسمش هم نمیدونید اینایی که اومدن چهار سال چهار سال یا هی سال هی سال رفتن حتی اونایی که زنده هستن وقتی که از کار برکنار شدن یا برکنار تموم شد وقتی شد شما نمیدونی زنده هستن یا نیستن اهمیتی نداره هر انسان زندگی خودش برش مهمه به این مشهور شدن که به بخ... خاطرش مردم خودشونو میکشن اینها لایک کنه و این چیزها اینها کارهایی نیست که به درد بخوره و اصولا بعضی از صحابه به نظرم حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بود که ایشون پسر حضرت عمر که پسر خودش نصیحت میگه که ای پسر سعی کن که در رس نباشی یعنی رئیس نباش چون رأس صداست یعنی سر سردرد میاره مشکل زیاد داره یعنی آدم میشه رئیس بشه و مشهور بشه اون ضررش هم هم هست دیگه سردردیش هم زیاده من نمیگم انسان اصولا خداوند ما رو اینجوری ساخته که ما دنبال تفاخر هستیم خدا الله میفرماد که اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لحف و زینت و متفاخر و بینکن بدانید که حیات دنیا زندگانی دنیا بازی و لحف و لحب است و زینت است و بخاطر اینکه بین خودتون هم دیگه فخر فروشی کنید من نمیگم این در فطرت انسان هست ولیکن اگر نبود اصلا اهمیتی نداره در روز آخرت هست که بعضی ها بالای سر مردم هستن بعضی ها روی عرش هستن بعضی ها کنار هم میخوام زیر سایه عرش هستند بعضی ها مشهورن اونجاست که مشهوری دائمی است اگر این چیزی هم که خدا در فطرت ما قرار داده باید که باید که برای آخرت ازش استفاده کنیم اما اگر بازم دوست داریم که در دنیا انسان مشهوری بشیم لازمش است که لازمش اینه که کار نیک بکنیم در اون صورت این اینجور مشهور شدن و اینجور شهرت خواستن مضموم نیست بلکه ممدوح هست یعنی میشه خوبه کمان که پدر ما حضرت ابراهیم علیه السلام و که ما بالملت او هستیم خلیل الله است ایشون در دعا میفرماد که یا الله وجعلی لسان صدق فی الاخرین خدا بر من نام نیکو در اقوام بعدی قرار بده و این رو خداوند پاک قرار میده در صورتی که شما عمل نیک انجام بدی عمل نیک انجام ندی اگر در دوره خیلی واجد تعریف کنن تا ده سال بعد بالاخره در طول تاریخ حتی در دنیا هم رسوا میشی و هیچ شهرتی برات باقی نمیمونه خلاصه سخن ای این است که دنبال شهرت نباشیم اگر خدا به خود ما رو مشهور میکنه شورت یه جور ریاه طلبی هم هست الله پاک ما رو مشهور میکنه اگر نکردم هیچ عیبی نداره عیبی ای داره آیا مهم هم حرف اول حضرت عمر میفرمود که آیا مهم است که من نشناسمش منی که امیرالمومنین در بر 22 کشور هستم عمر میگه آیا مهمه که من نمیشناسمش نمیشناسم نشناسم خود عمر از دنیا میره من شما از دنیا میریم اون کسی که باقی میمونه همیشه نمیخواستم حرف طولانی بشه ولی حالا یه چیزی یادم اومد ما تو زندگی خودمونم بعضی وقتا مشهور شدیم حالا اون آدمایی که ما رو مشهور پیش اونا مشهور هستیم اونا از ما, رو نمیشناسیم ما اونا رو نمیشناسیم فقط بقا و باقی موندن برای الله هست الله است که باقی میمونه و پیش او, او هست که هر چیز محفوظه الله به من و شما نیت خالص بده و از این دام شهرت طلبی بیهوده من و شما رو حفظ کنه آمین بسیار بسیار متشکرم از دو سایزم واسه سجودی به خاطر این توضیحات پر ملاتی که در واقع در اختیار ما قرار دادند و پر مغز اشاره بسیار خوبی به یکی از مشهورترین چهرهای تاریخ تاریخ اسلام از عمر ابن فاروق که فتوحات بسیاری در زمانشون اتفاق افتاد تغییرات بسیار ای در نظام دولت اسلامی در بخش های مختلف اجتماعی و مدنی جامعه اتفاق افتاد و با همه این احوال وقتی که سفیر روم میرفت که چیز بکنه باش ملاقات بکنه زیر سایه درختی هم نشسته بود هیچ اون شهرت و اون خلیفه مسلمین و خو خلیفه قدرتمندی که از شرق تا غرب در سلطهش بود میشه گفت سلطه دنیاوی یا حالا خلافت اما هرگز این رو چیز نکرد هرگز این علیه شخصیت متواضعش نتونست وارد, عمل بشه این شهرت شهرتی که به دست آورده بود و تواضع و فروتنی رو همچون رسول الله علیه و سلم و قدوش در خودش نگه داشت و متواضع بود بعد از خودش هم توصیه, توصیه هایی که شده بود برای اینکه حالا یکی از کاندیداهای خلافت در دوران بعد از عمر بن خطاب پسرش بود که رسما اعلام کرد که برای خاندان ما همین یک نفر که من بودم کافی است مسئولیت بسیار کار سنگینی است این شهرته نگرفته بودتش متاسفانه الان میبینیم کسی یک نماینده نمیدونم عضو شورای شهر میشه عضو شورای روستا میشه انقدر این شهرت کاذب جذبش میکنه که فراموش میکنه از کجا اومده فراموش میکنه کی بوده فراموش میکنه تو همون روستا بزرگ شده نمیدونم الان شهرتی که کسب شده از رأی همین مردمی که بهش رأی دادن دیگه کسی رو چیز نیست هیچ کسی رو قبول نداره و وارد یک لطمات در واقع شهرت بهش وارد میکنه متاسفانه امروز ما من نمیتونم لپتاپ رو شما ببینید آیاتی که براتون خواهم خون یکی از معایب میخواستم از معایب چیز خدمتون بگم با با وام گرفتن از آیات قرآن یکی از در سوره آل عمران در آیه 188 این گونه اومده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تحسبن الذين يفرحون بما اتو و ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لا يفعلوا <applause> کسانی هستند که دوست دارند ازشون تشکر بشه و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا برای کاری که انجام ندادند ازشون تشکر بشه این از آفات شهرت توی جایگاه قرار بگیری همه میگن بابا عجب 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 شخصیتی عجب ولی در واقع این کا این کاری ای نیست اگر اتفاقی میفته اگر رقم خورده اگه این شده شورای رئیس شورای شهر اگر این بر اساس توانایی خودش نیست استران میگن بر خورده این اومده رو پسر فلانی بوده پدرش کارگردان بوده پدرش نمیدونم رئیس مجلس بوده و بر اساس همون یه سمتی بهش دادن شده معروف از این گروه این نوع انسان ها زیاد هستن که حالا یکی از آفات چیز همین هست من توی بررسی که یکی از, یکی از گروه های روان، روانشناسی اجتماعی بررسی کرده بود یه تعدادی از این معایب رو لیست کرده بود من ردی، آماده کردم براتون, براتون میخونم یکیش حذف حریم خصوصی است که این همون موضوعی است که ما امروز تو غم مخور میخوایم راجع صحبت بکنیم شما دیگه حریم خصوصی کسی که شهرت پیدا میکنه بر اساس حجم شهرتش حریم خصوصیش چار خدشه میشه یعنی حالا یک شهرت یک مثلا یک شو رئیس شورای شهر در روستای خودش فقط حریم خصوصیش از بین میره دیگه در شهرهای دیگه و جای دیگه نه ولی یک نفر که بازیگر معروف یک کشوری است در تمام شهرهای اون کشور حریم خصوصیش از بین میره حریم خصوصیش از بین میره یعنی چی یعنی دیگه آرامشی نیست یعنی دیگه نمیتونه خودش تصمیم بگیره کجا مسافرت بره خودش نمیتونه با مثلا زیر بره کنار دریا قدم بزنه نمیتونه هر لباسی رو بپوشه و توی محافل هر جای دوست داره نمیتونه حتی توی یک رستوران معمولی بره بشینه و تنهایی غذا بخوره یه فلافل چیز بکنه سفارش بده و اونجا پای ساندویچی فلافلی دیدی دیگه اون سکوه وایسه و فلافل بخوره مثلا از اینجا مثلا از گوشهای لبشم هم سس مایونز بزنه بیرون زشته براش یه سری حرکت ها زشته یه سری جاها رو نمیتونه بره و این چه اتفاقی میفته دیگه آرامشی وجود نداره نمیتونه به اون آرامش لازم برسه آرامشی که خیلی یا قبل از شهرت پیدا کردن دارند اما وقت شهرت پیدا میکنن از بین میره پس خیلی آش دهنسوزی نیست این شهرت اگر میخواید اگه براتون آرامش و آسایش زندگیتون مهم هست خیلی به دنبال این که این فکر نکنید شهرت خیلی امتیازی است مورد دومی که توی معایب شهرت داره شایع سازی علیهشه شایع سازی یه سری افراد هستن آماده اند برای اینکه یه اتفاقی تو خانواده این آقای معروف بیفته و آقا یا خانم معروف بیفته و شروع کنن فلانی به امان اینجوری شد بعد شروع میشه گنده میشه هر چه قدم این چهره ای که دارن راجع به راجب هر کسی که شایعه ساخته نمیشه راجع اون فردی که چهره شده شایع بسازن هی گنده تر میشه هی پروبالش بیشتر میشه و زندگیشو مختل میکنه آرامشه رو که ما به دنبالش در برنامه غم خور هستیم از بین میبره اگرچه که انسان مریضی هم هستن که از این شایعه ها سو استفاده میکنن برای جمع کردن فالا فلا فلا فالوور برای جمع کردن فالوور برای جمع کردن هم راه هوادار چون میخواد ازش نون در بیاره براش مهم نیست این شهرت برای چی است چه استفاده ای می میخواد ببره فقط براش مهمه که فالوور بیشتر بشه تبلیغات بیشتری به صفحهش بدن چهره بیشتری معروفتری بشه و از اینجور درامتزایی درامت کازه به اینجوری به دست بیاره این هم باز لطمه میزنه به آرامشش مورد سومی که توی این لیست اومده انتظارهای بیش از توان ازش یعنی همه فکر میکنن که این چون شهرست میتونه هر کاری انجام بده در که اینجوری نیست یه سری از اتفاقات رو یه سری از کارها رو بلد نیست میورنش دیدید دیگه خیلی 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 از ورزشکارها یه چیز خب طرف توانمندی فیزیکی بسیار خوبی داره روپایی خوب میزنه شوت خوب میزنه از بچگی تجربه کرده بازی کرده گل خوب میزنه پاس گل خوب میده گلر خوبی است خوب توپ میگیره خوب این میشه فوتبالیست اما وقتی فوتبالیست شد و معروف شد حالا همه میخوان بیاد و در مورد زندگی کردن هم حرف بزنه در مورد تربیت فرزندم صحبت بکنه دعوتش میکنن به خاطر اینکه چهره معروف هست بیاد در فلان محفل مثلا خانوادگی به خانواده بگه که بچه اینجوری تربیت کنید بعد شما متوجه میشه که نه اصلا هیچی اصلا بلازه انتظار مردم میره بالا ازش به خاطر شهرت اما وقتی نگاه میکنه ببینید که سطح سوادی که توی اون زمینه بخواد ابراز وجود بکنه و نظر شایسته ای بده اونقدر پایینه که نمیتونه حتی دو تا کلمه حرف بزنه حالا بسته به این که مثلا تو چه سطحی باشه خب بعضیا هم هستن که هر دو تا رو گرفتن یعنی هم تحصیل کرده هم مشهور شده به هر دو صورت ولی انتظار از اون در زمینهای مختلف دقت کرده باشید حتما دیدید فوتبالیستی دعوت شده یا ورزشکار دعوت شده و توی برنامه تلویزیونی و دیدید که یه حرفای علکی صدبن غاز داره میزنه بی ارزش بی محتوا که هر انسان عادی هم میدونه تحلیل عجیب و غریبی از سیاست مثلا جامعه تحلیل از عجیب و غریبی از نمیدونم جنگ فلانجا و فلانجا از تحریم هایی که مثلا انجام شده از اتفاقات سیاسی که در کشورش افتاده رعیای میده که اصلا نمیشه اعتباری براش ریز کرد ولی چون معروفه و همه ازش انتظار دارن مجبوره که دخالتی بکنه حرفی هم بزنه مورد بعدی که تو این لیست هست عدم اعتماد به دیگرانه شخصی که معروف میشه نمیتونه به همه اعتماد بکنه چرا؟ چون دوست و, آ... دوست و دشمن رو نمیتونه همه خوبش میگن دیگه همه هر جا میشینن به بچه هرچه میگن همه ازش تعریف میکنن همه د... براش اعتبار ایجاد میکنن ساکت میشن وقتی این حرف میزنه حرف... خب تو این جمع یه سری هم هستن که میخوان ازش سوء استفاده بکنن و این اتفاق میفته سوء استفاده های زیادی از انسان های معروف میشه و همین خاطر نمیدونه این کسی که داره باش صحبت میکنه یک دوست واقعیه یا یک دوست چاپلوسی که داره به طبع این که معروف هست داره این حرفا رو میزنه اینی که تشخیصش نسبت به افراد به اطرافیانش حتی اقوام و دوستان و آشنایانش تشخیصش تشخیص نادرستی خواهد بود نمیتونه به همه اعتماد بکنه و این لطمه است که در زندگیش ایجاد میشه در زندگی خصوصیش لطمه میخوره چون باید خودش باشه و با دقت مراقب این باشه نکنه کسی سوء استفاده بکنه شایی علج بسازه نمیدونم شرایط سختی براش ایجاد بکنه ازش بهروری بکنن نمیدونم اتفاق عجیب غریب اینم یکی از لطماتی است که انسان معروف یا کسی که شهرت پیدا میکنن میخورن مورد بعدی حضور اجباریش در محافل و مراسمه هر جا تو اون شهر یه اتفاقی میفته یه نامه براش میاد آقا ما امروز قرار فلانجا رو افتتاح تا کنیم لطفا شما هم بیاید میخوایم جایزه فلانی بدیم شما هم بیاید میخوایم نمیدونم این باعث میشه که نتونه زندگیشو بر اساس آن چه که خودش دوست داره برنامه‌ریزی بکنه خیلی از این محافل و این مراسم ها رو دوست نداره بره اما جز اولین مدعوینه در اون مراسم هست لطمه زیاد به زندگی باز ببینید اینا ذره ذره از آرامش زندگی انسانی که شهرت پیدا میکنه میندازه و الان تو در دنیای امروز توی عرصه سلبریتی ها اگه بریم و چهره معروف جهانی حتی شغل های خاص برای لطمه زدن به زندگی اینا وجود اومده یه گروهی هستن به اسم پاپارادزی این پاپارادزی ها اکاس ها یا خبرنگارانی هستن که شب و روز یک چهره معروف رو زیر نظر دوربینشون دارند تا خبر از اینا تولید بکنن رفت بیرون توی سوپرمارکت نشست داره خرید میکنه چق 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 از انواع اقسام عکسازش گرفته میشه بعد از این عکس ها تبدیل میکنن به انتشارش در روز مجله های زرد و شروع کردن به تبلیغ علیه این کسب درآمد برای اون مجله ای که میخواد این عکس ها رو در واقع چاپ میکنه خب این فرم زندگی کسی که فکر کنید میخواد بره خرید باید مراقب این باشه که انواع اقسام دوربین اطرافش نباشه چه, چه بسا ها دوربین های پنهان میشن چه بسا این یه مهمانی خصوصی میره با بارها دیدید دیگه فلانی در مهمانی نمیدونم در عروسی دخترش رقصید خب خیلی ها در عروسی دخترش میرقصن اما اون آقایی که تون عروسی دخترش رقصیده همه جای دنیا پر میشه و بعد فیلمش در میاد بعد حالا باید بگه ببخشید من بعد نباید انسان معروف در, در عروسی حتی عروسی, خوا... عروسی دخترش هم براش مثل جهنمه کسی که معروف هست انسان های معروف تا این اندازه محدود هستند یه گروهی هم به اسم استالکرها استالکر ها هستند که هواداران دو اه، اه، در واقع م... اون انسان معروف هستن که دیدی دیگه حالا تو احتمالا تو محافل مختلف طرف بر خودش رو از اون بالا پرت میکنه میرسونه به فوتبالیستی که میخواد فقط یه دست دورش یه بغلش بکنه یا مثلا یه امضا ازش بگیره یا ببینتش از نزدیک هزینه های انگفتی میکنن برای این قضیه و لطماتی رو به خود اون در واقع شما فکر کنید کسی که میره بیرون از خونه و بعد هوادارانی که اونجا هستن نمیذارن زندگی راحتی داشته باشه مجموعه اینها به ما این رو میرسونه که با همه ثروت و شهرت و معروفیت و اگر ازش خوب استفاده نشه این شهرت لطمات بسیار زیادی به زندگی اون انسان معروف میزنه و این لطمات به شکلی است به شکلی که حتی فعالیت خصوصی زندگیش هم دوچار مختل... اختلال میشه تا جایی که اخیرا یکی از بازیگرای معروف ایران خودکشی کرد فقط به صرف اینکه در مورد زندگیش حرفهایی زده شده بود همین شخصیت های هایی که دنبال اینن که از زندگی خصوصی هنرپیش ها سرک بکشن تو زندگیشون حرف در بیارن و بعد گنده بکنن صحبتی که کرد حالا من شاید نتونم پخشش بکنم صحبتی که کرد توی آخرین صحبتاش این بوده که کاش من میتونستم یک زندگی عادی دامی داشتم من دوست داشتم که یک مادر می بودم یک همسر می بودم در زندگی خودم و سرم تو کار خودم بود زندگی خودمو می کردم الان که شدم بازیگر اجازه یک مادر بودن رو در زندگی خصوصیم ندارم خیلی از این شخصیت های معروف و چهره ها هستند که سعی می کنن تا جایی ممکنه از مسائل معروفیت خودشون کم بکنن تا بتونن به زندگی عادیشون برسن دیدید بعد از مدتی اسم دیگه از خیلی از این چهرهای معروف نیست سعی میکنن به محض این که به یک درآمد معقولی رسیدن که بتونن یک برندی برای خودشون بزنن یه نمیدونم کار فعالیت اقتصادی بکنن با همه شهرت خداحافظی بکنن خودشون مشغول اون بکنن که اگاهی هم حالا از اون شهرت بهرهبری بکنن این شکل از زندگی اگر شهرت جوری بود که میبینید شهرت جوریه که کسی که بیرونش از بیرون از گود هست فکر میکنه امتیازه اما وقتی واردش میشی بسته به حالا حجم شهرت تبدیل میشه به یک معزل تبدیل میشه به یک ضربه روحی به زندگی انسان تبدیل میشه به از بین برنده و مختل خلال ایجاد کردن در زندگی خصوصی انسان و از بین رفتن آرامش زندگی انسانها. ها. یکی از ساده ترین لطما، ساده ترین شکل معروف شدن زمانی است که اصطلاحا در تعبیر روانشناسی اجتماعی بهش میگن ریا ریا یعنی چی یعنی اینکه یک نفر بخواد فعالیتی را انجام بده بدون اینکه فکر کنه اون فعالیت فعالیت چه سودی داره برای خودش برای جامعش یا برای هر چیزی فقط اون فعالیت رو انجام میده که دیگران ببینند اینجوری شهرت پیدا بکنه این آفت شهرت دیگه میخواد ببینه که مردم متوجه اون قضیه بشن بدانند که این داره این کار رو انجام میده همون آیه که خدمتون خوندم یحبونه ان... خب دوستان در اتاق فرمان هم گفتن که ما ظاهرا این مشکل لپتاپ هم حل شده ما میتونیم ببینیم نمیدونم الان میتونیم این آیه را ببینیم اعوذ بالله من الشیطان رجیم همون آیه که خدمتتون عرض سوره آل عمران آیه 188 لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا این بخش شاهدی که من میخوام بگیرم و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا و يحبون و دوست دارند ش... ان یحمدو ازشون تشکر بشه به ما لم یفعلو هیچ هدفی پشت زندگی این کار پشت اون کاره نیست اما فقط میخواد ازش تشکر بکنن میخوان مرتوجه قرار بگیره این شهرتی کسب بکنه این ریاست این یعنی خودنمایی بدون بهره لازم بردن نه خودش نه دیگران با هدف چهره شدن معروف شدن مشهور شدن این کار انجام میده در همین راستا ببینیم نگاه قرآن و نگاه دین به این آیات به این اخلاق و رفتار اجتماعی چیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره نسا آیه, آیه 142 ان المنافقین ببینید از صفت منافقین یخادعون الله فکر میکنن دارن خدا رو گول میزنن و هو خادعهم در صورت که خودشون دارن گول خود گول که نه داره تو اون مکری که براش ایجاد شده گرفتار شدن و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا وقتی که بلند میشن برن نماز بخونن خیلی تنبلند دوست ندارن برن نماز یراعون الناس برای مردم خودشون رو نشون میدن فقط داره میره مسجد داره میره نماز برای که مردم ببینن ولا یذکرون الله الا قلیلا و اصلا یادی از خدا هم نمیکنه توی این رفتارش تو این موقعی که حالا نماز میخونه به وقتای ما مگر خیلی کم که احتمالا اونم برای یراعون است ببینید این صفت یک انسان است که میخواد شهره بشه و شهرت براش اهمیت داره همین که ببیننش و یکی از صفات منافقین هست این چیزی که در این آیه اومده کسی که بخواد خودنمایی بکنه و یحبون ان به بما لم يفعل. میتونن کاری ب... بکنن میخواد کاری بکنه و به ب... ما لم یفعلو و یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو پس این یکی از صفات منافقین هست در آیه در سوره انفال و آیه 47 اومده ولا تکون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بله سوره انفال آیه 47 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط میگه الله متعال میفرمایند و مانند آنهایی نباشید که از شهرشون میزنن بیرون خیلی سرمست و بطرن و رعا الناس و میخوان نمایش خود نمایی بکنن ولی جلو راه دعوت الهی رو میگیرند و نمیذارن میخوان ببینید میخوان با جلو دعوت الهی گرفتن شاخشونه کشیدن لطمه زدن به دعوت الهی خودنمایی بکنن در اون جامعه خراب در ادامه شم و ازیین لهم و شیطان اعمالهم شیطان داره اعمالشون رو زیبا براشون جلوه میکنه هر چقدر شاخشونه میکشه هر چقدر بدتر جلوه دیدید الان خیلی هستند تو جمعی که میشینن شروع میکنن با جو گفتن و مسخره کردن از این و اون خودنمایی بکنند و چه بسا خیلی از این جو گفتن ها میبینه مثلا تو این جمع حالا یکی دو نفرم مثلا اعتقادی به اسلام ندارن شروع میکنه به بد گفتن و به تمسخر کشیدن عبادات دستورات الهی آیات قرآن چرا که خودشو معروف بکنه که تو اون جمع همه بشینن حرف اینو گوش بدن حتما تهرای اینجوری رو دیدید اینا کسایین که توجه رو به خودشون جلب میکنن ولی نمیدونن این توجه جلب کردن باعث لطمات زیادی به زندگیشون میشه توجه بیشتری میکنه و هر چی هر چقدر حالا کلماتی که میاد بعد همه متوجه میشن که این چیزی بارش نیست فقط داره شروور میگه چون که نتونسته چون ببینید از اون وضعیت موجود از اون دو تا کلمه جوکی که بلده از اون روحیه تنزی که در خدا بهش داده و میتونه مثلا حرافی بکنه از اون داره سوء استفاده میکنه بر علیه الله متعال بر علیه روابط اجتماعی بر علیه جامعه فقط به صرف اینکه همه توجه بکنن بهش و در مورد در آیه 83 سوره قصص،, قصص اینجوری اومده تلک دار الاخره در مورد کسی که برنده زندگی است در آن دنیا و نتیجه بهتری میگیره میگه تلک میبازه اونجا تلک دار الاخره نجعلها این جهان آخرت رو اون خانه آخرت رو نجعلها برای کسانی قرار دادیم للذین برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا نمیخوان در این دنیا خودشون رو گنده بکنن علو داشته باشن در زمین و فساد ایجاد بکنند ببینید اولوان فل ارض و فساد رو در کنار هم الله متعالی ورده یعنی وقتی که یکی از عوامل فساد همین شهرته شهرتی که برای به دست آوردنش خیلی چیزها رو باید خراب بکنه طرف خیلی رو به مسخره بکشه خیلی از حقوق رو زیر پا بذاره مردم از گرسنگی تلف دارن میشن یه سری افراد که دوست دارن شهره بشن همه حق حقوق های مردم رو زیر پا میذارن فقط برای خودشون برای که خودشون بکن... به علو برسن جهان آخرت روز قیامت پاداش رو... نهایی جهان الله مطال میگه به این مال این کسان نیست مال کسانیه که نمیخوان به این علو و این شهرت کاذب و بی ارزش برسن و در ادامه همین آیه والعاقبت للمتقین والعاقبت للمتقین من جاء بالحسنة فله خیر منها و من جاء بالسیعة فلا یجز الذین عملوا السیعات الا ما کانو یعملون هر کس کار خیر بکنه نیکی بکنه از اون میگیره با شهرت کسب کردن و انگوش نما شدن و تو این موقعیت قرار گرفتن کسی امتیازی نمیگیره امتیازهای کاذب رو از جامعه شاد بگیره شاید پولی به جیب بزنه و کاذب اما نمیدونه که این خنجر دولبه شهرت داره زندگیشو هم مختل میکنه به زندگی یا انسانهای معروف نگاه بکنید بیوگرافیشون رو بخونید اونایی که خیلی معروف شدن حالا اینایی که بچه معروف هایی که توی نمیدونم جامعه کوچیک هستن که فقط میخوان اسمی در بکنن و از همین طریقی فالوور جمع بکنن اینا که اصلا بماند اونایی که خیلی گردن کرفتن و کل جهان میشناستشون اونا هم پای صحبتشون بشینی آرزو دارند آرزو دارند که بتونن تنهایی برن توی رستوران بشین غذا بخورن دست خانوادهشون رو بگیرن برن کنار دریا قدم بزنن برن مسافرت بدون اینکه کسی توجه بکنه سوار یه اتوبوس خط واحد بشن تو مسیرشون سوار مترو بشن جابجا بشن مسائل عادی رو من دارم میگم ها همینا رو ت... همینا براشون آرزوست همینایی که ما لذت داریم میبریم همین زندگی آرام و بی, بی... اه... کب... دب دب ای کب کب که ما داریم چیز میکنیم آرزوشون هست آرزوشونه که یه نون توی خورش تلیت بکنه با دست بشینه بخوره لذت شو ببره من اینا رو دارم مثال میزنم برای اینه که بگم سد سد این مسائل خیلی عادی جام زندگی رو هم نمیتونن تجربه بکنن چون انقدر از چهره های هوادارای عجیب غریب دورشون هستن و انقدر دوربین های متوجهشون هستن و انقدر نگاه ها بهشون هست که حواسشون به هر حرکتی که بکنه هست پس شهرت با همه امتیازهایی که داره اگر خوب ازش استفاده بشه اگر تواضع همراهش باشه همونطور که در رسول الله علیه و السلام بود و در یکی از پیروان به یعنی نمونه که استاد سجید گفتن عمر ابن خطاب مثلا یا چهره دیگری از خلفای راشدین که با همه شناخته شده بودنشون با همه معروفیتشون هرگز از جایگاه واقعی انسانی خودشون پا فراتر نذاشتند، هرگز تلاش نکردن کسی رو کلک بزنن سر شرطی و این امتیازهای شهرت هست که جز چیزهایی است که در واقع جز مسائلی است که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان نوید به عنوان امتیاز ازش یاد میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا وضعنا لک ذکرک ذکر و یادت رو در همه جا و رفعنا لک ذکرک علم نشرح لک صدرک و رفعنا لک ذکرک نام و یادت رو بردیم بالا در همه جا این شهرت آفت توش هست که اگر همچون رسول الله علیه و سلام و کسانی که تواضع دارند و این شهرت باعث نمیشه زندگیشون دچار تغییر ماهوی بشه مفید هست اما آرامش زندگی انسان معروف با این که مرد توجه به اینکه مورد توجه جامعه قرار میگیرند بسیار شکننده است و به همین خاطر یکی از علائمی که عواملی که عامل ایجاد از بین آرامش زندگی انسان ها بود رو ما انتخاب کردیم البته با برگرفته از کتاب غمخور مورد نظرمون در واقع دکتر آیس قرانی که از همون کتابی که در واقع در ابتدای برنامه هم خدمتون رو عرض کردم مورد مرجع ماست در این برنامه این مورد رو براتون آماده کرده بودیم امیدوارم که مفید بوده باشه امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید و آرزومندم که شهرت اگر گیرتون میاد شهرت خوب باشه شهرت اگر گیرتون میاد توازوتون رو از بین نبره ولی خیلی چیز دندونگیری نیست زندگی با آرامش بدون این شهرت و اگر شهرتی آمد اگر موقعیت پیش اومد ازش بهره لازم رو برای بهبود اوضاع جامعه برای رشد رفتارهای خداپسندانه و برای اعلای کلمت الله استفاده بکنیم و بتونیم چهره های اگر موقعیت ایجاد شد برای اینکه معروف بشید در جمعی سعی کنید از اون معروفیت در جهت دعوت به سوی خوبی ها و دعوت به سوی الله متعال بهره ببریم و ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید الله یارو نگه دارد